برای آزادی. خب علی جان چه خبر؟ سلامتی، شما چه خبر؟ منم مثل شما بعد از سلامتی. این 7-8 ماه گذشته چه گذشت بر شما در اروپا؟ اوه خیلی زیاده. من اگه بخوام استوری براتون بگم یه فیلم باید ببینیم، پس بهتره نگم. خیلی خوش نگذاشت. اوکی. خب مثل همه ایرانی های دیگه میدونیم که چه اتفاقاتی توی ایران رخ داد و بله مردم به چه مسیری رو شروع کردن و الان این به قول معروف جنبش داره به کجا میره. شما بله خب میدونم که سالهای زیادی ایران بودین و تازه مهاجرت کردین به اروپا. تفاوت اتفاقات قبل مثل 88 یا مثل 77 18 تیر و این جنبش هایی که پراکنده بود، یا آبان و دی ماه 96 و 98، این تفاوت بین این جنبش با جنبش های قبلی رو تو چی دیدی؟ یکی این که خب من تو همه این جنبش ها رفتم نگاه کردم، ولی این سری تفاوتی که داشت این بود که مردم بیشتر با همدیگه همبسته بودن نسبت به دفعه های قبل که جمع می شدن، و دوم این که دل و جرأت خیلی بیشتر شده. قدیم ها مثلا چطور بگم، یک گیرایی، یه چیزی این بین بود که بخواین خودشون رو سانسور کنن، یا حالا توضیح دادن چه صحبتی چه حرف زدن. ولی متاسفانه شرایط ایران به یه حدی رسیده که دیگه هیچ کسی تو خودش نمیبینه که بخواد خود سانسوری بکنه، چه از نظر حرفی چه از نظر عملی. و خب متاسفانه انقدر فشارها روی مردم زیاده که واقعا فشار عصبی که وارد شده متاسفانه بر جامعه، دیگه نمیتونی جلوشو بگیری. میدونی ما عزیزان زیادی رو سال گذشته از دست دادیم که جبران نمیشه هیچ وقت همچین دردی برای ایرانیان. درسته. شما میدونم که میکاپ آرتیست و گریمور و ستایلیست و توی یعنی این هیته کار میکنی. برام از مشکلات و به عنوان حالا اتفاقا به عنوان یک زن، چون این جنبش هم در بیشتر دست خانوم هاست دیگه، به عنوان یک زن توی اون هیته کاری خودتون چه مشکلاتی جمهوری اسلامی برای شما درست کرد؟ فقط جمهوری اسلامی یا کلا شرایط جامعه هر منظور هر 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 نوع مشکلی که به عنوان یک زن یا به عنوان اون شغل هنری که شما داشتین براتون پیش اومد در ایران؟ اوکی. ببینید من از سال 2008 تقریبا فعالیتم رو شروع کردم، ولی خب از سال 2010 به بعد فعالیت رسمی و حرفه‌ایم رو شروع کردم. به عنوان یه زنی که تو ایران زندگی میکرد، و خب اون زمان دوره‌ای که من شروع کردم خیلی چیزهایی که من شروع کردم نبود در ایران، یعنی سانسور کاملا بود و فضا بسته بود و چیزی به اسم حالا مدلینگ، فشن یا حالا هر چیزی به انقدر عمده وجود نداشت. اول از همه خب شما باید کاملا غیرقانونی کار کنی و همیشه مداما در یک زندگی پنهانی به سر میبری، یعنی چه از نظر جامعه بخوای برخوردی که با جامعه داری، چه از نظر متور مثال من اصلا مهمونی نمیتونستم حتی برم، معاشرت معمولی رو نداشتم. و همیشه شما باید یک زندگی مثل قاتل و جانی زندگی بکنی، و خب به دلیل قانونی که بر ایران جامعه بود ایران هسته، شما هیچ وقت از نظر قانونی نمیتونی شکایت داشته باشی، حالا به عنوان کپی رایت، به عنوان حالا اگر صدمه دیدی یا حالا هر کسی تهدید توهین یا هر چیزی که بکنه، شما این حق انسانی رو از نظر قانونی نداری. چه بسا که زمانهای زیادی برای من اتفاق افتاده که حالا هزینه هامو ندادن یا حالا آسیب هایی به من زدن که من از نظر به عنوان یک زن هیچ وقت نتونستم برم قانونا شکایت بکنم.
اتفاقای دیگه ای که افتاد، حالا از نظر اینکه من به عنوان یک زن عمده افرادی که باشون همکاری داشتم آقایون بودن، چون آقایون خوبی ما داریم به عنوان عکاس، فیلمبردار و تهیه کننده. نمیگم خانم ها اینطوری نیستن، ولی فضای ایران برای آقایون بازتر بوده در حیطه عکاسی. بنابراین شما همیشه وقتی به عنوان حالا آرت دایرکتور، فشن دیزاینر، میکاپ آرتیست بین این همه تعداد مرد کار میکنین، فضایی بر شما، بر زندگیتون همیشه هست که حاشیه زیاد میشه، چه بسا که پشتتون صحبت هایی میشه که شما اصلا در جریانش نیستین، و این صحبت هایی که میشنوین باعث آسیب روانیتون میشه. به غیر از اون متاسفانه خیلی مشکلاتم زیاد بود، باید بگم همه رو، متاسفانه باز به خاطر مرد سالاری که در ایران وجود داره، این حق کپی رایت همکاری هم با آقایونی که عکاس بودن و هر چیزی خیلی وقتا رعایت نشده، و خب این دلشکستگی همیشه به وجود میاد وقتی شما بخوایی یه کار اورجینالی رو درست بکنی. حالا نمیگم 100% اونجوری پرفکت، ولی به هر حال یه حق کوچولویی هم که اگر داشته باشی اینها هیچ کدوم رعایت نمیشه، بنابراین باعث آسیب های روانی، آسیب های جسمی، حالا چه در زندگی روزمره، حالا همه جوره شما دارین که رفتن رو بر ماندن ترجیح میدین. اوکی، خیلی عالی. مهاجرت چطور بوده؟ یعنی چه منظورم اینه که آیا این سختی، چون من میدونم که خب بالاخره مهاجرت سختی خودش داره، مخصوصا اینی که مثلا به عنوان پناهنده در یک کشور اروپایی بخوای اقدام کنی و منتظر باشی. الان هم که خیلی این پروسه پناهندگی و اینا سخت شده به دلیل مهاجرت قریب الوقوع این خاورمیانه به اروپا. آیا الان که اینجا هستی فکر میکنی که کار درستی انجام دادی؟ و یک کمی در مورد این مسیر پناهندگی برام توضیح. حتما. ببین، اولا که من لاست شانس اومدم از ایران خروج کردم، یعنی آخرین شانس من برای اینکه بخوام بمونم و زندگی، این دیگه آخریش بود. اما به هر حال من با ویزای یعنی همینجوری نیومده بودم به عنوان پناهنده، به عنوان این اومده بودم که عضوی از یک خانواده باشم، ولی متاسفانه اتفاقای خیلی عجیب غریبی برای من افتاد که قبلا هم در موردش توضیح دادم به عنوان عمومی، که امیدوارم برای هیچ دختری در دنیا پیش نیاد همچین چیزهایی. اما خب اصول پناهندگی که حالا در کشوری که من هستم میتونم بگم انسان دوستانه است، میتونم بگم که به صورت بهتر از کشورهای دیگه است، ولی خب به هر حال خیلی سخته. شما فکر کن من زندگی خوبی داشتم، حالا ماشینم داشتم، اسم و رسم و همه چی و زندگی و همه چی رو داشتم، و من با یک شبه با همه اینها، خانواده، نمیدونم، دوست، اسم، رسم، پول، همه چی خدافزی بکنم و بیام توی یک کشوری که حتی نمیتونم به زبان اونها صحبت بکنم. و شما در واقع باید از هر چیزی که دارید رو بگذارید و دوباره از صفر شروع بکنید. خب خیلی دل و جرأت میخواد که بخوای این کار رو بکنی، ولی مجبوری دیگه، یعنی خونه زندگی و همیشه تو جمع میکنی، میای تو یک شلتری زندگی میکنی و زندگی تو همه چی رو میسپاری به دست یک دولت دیگه، که خب جوریه پیش میره. درست. حالا اون موقعی که حالا من ایران بودم، خودم رو دارم میگم، یا حداقل اون مخاطب جامعه‌ای که من باهاشون در ارتباط بودم، همیشه یک رویایی از اروپا یا آمریکا داشتیم که میایم اینجا و یه فرش قرمزی جلومون پهنه و بفرمایید، خواهش میکنم. آره هممون قراره مثلا همه نشستن، فقط ما قراره بریم اونجا آدمای خاص بشیم.
چقدر این رویا برای شما هم بود و چقدر این رویا دست یافتنی یا دست نیافتنی الان که شما توی خود دل اروپا زندگی میکنید؟ راستیتش رو بخوای، من میگم شرایط من یک مقداری متفاوت از دیگر افرادی بود که مهاجرت کردم. من بدون وارد یک شرایط غیر کاملا استثنایی شدم که چه چیزهایی رو به عنوان بی خانمان من اینجا شناخته شدم، به عنوان هوملس. این تجربه خب برای من زیاد بود، اما راستیتش من وقتی ورود کردم به هلند همکاران زیادی خواستن به من کمک بکنن، در واقع بخوام اگر راستش رو بگم ایرانی در واقع، منتها به خاطر شرایط روحی که من سپری کردم باعث شکست من در پروژه هایی شد که میتونست برای من موفقیت آمیز باشه. خب دوباره من مجبورم کانکشن های دیگه ای پیدا بکنم و اینکه بخوام به عنوان یه دختر یا خانم از صفر شروع بکنم. من سعی کردم با کانکشن های هلندی مثلا کار بکنم یا حالا اینترنشنال، ولی اینکه بخوای تو فکرت این رو بذاری که خب اوکی وارد یه کشور دیگه ای شدی و بهت بگن سلام علیکم، چقدر خوبه، چقدر ممنونم، لطف کردین، تشریف آوردین، قدم رو چش ما گذاشته، همچین چیزی نیست. همچین چیزی رو اصلا از ذهنتون باید بذارین کنار. شما بهترین کشور خودتون رو هم باشین، تو کشور دیگه غریبه هستین در واقع و کاملا باید از صفر شروع بکنین، هیچ کسی ساپورتی به شما نیست و همه این کارا رو باید خودتون صفر تا صدش انجام بدین، مگر اینکه خیلی خوششانس باشین از همون اول یه چیز اتفاق خیلی عجیب غریبی بیفته که بخواین به یه جای رویایی برسیم. ولی به عنوان یه خانم، حالا به عنوان یه فرد معمولی، من آدمی نبودم که بگم اسپانسر قوی داشتم فلان اینا، به عنوان کسی که خودم از اول شروع کردم. خب سخته، هر کسی نمیتونه این کار از پسش بر بیاد. درست. خب حالا برگردیم دوباره به مسائل ایران و این جنبش جدید. ما به عنوان، حالا هم من فکر میکنم و هم شما فکر کنم، ما یک نسل این وسط هستیم. یعنی الان توی این جنبش که نگاه کنیم، خب یه نسل قبل از ماست که اون بچه های 57 هستن و این نسل جدید که خیلی از ما جوانترن و کف قوال جان. شما هم شستی هستین، بله دهه بله 60. بله آره. و این نسل جدید که الان به قول معروف جنبش دست این نسل جدید، من میخواستم، خب بالاخره هم شما هنوز کسایی رو دارین که با ایران توی ایران هستن و باشون ارتباط دارین، هم از اخبار و جاهای دیگه هم بالاخره میشنوین این داستان. میخوام ببینم که نظر شما راجع به نسل جدیدی که الان اومده و این جنبش رو دست گرفته چیه؟ اونا چه تفاوتی نسبت به ما و حتی نسل قبلتر از ما 57 داره؟ من گفتم فکر میکنم اینو دل و جرأت بچه های جدید ستودنیه. یعنی باز من تو دوره که شروع کردم یه ترسی داشتم، یک میدونی هنوزم اون ترس همچنان با منه، ولی من به این شهامت، به این قوی بودن این بچه های نسل جدید واقعا میبالم. واقعا ماها نمیتونستیم این کار بکنیم، من خودم فکر نمی کنم، ولی این ایستادگیشون خیلی فرق داره با نسل ما. من فکر میکنم که ماها تو شرایطی بزرگ شدیم که همیشه یک ترسی، یک چارچوبی دورمون بوده، ولی نسل جدید فکر میکنم این چارچوبه، این چیز، این حصار رو دور خودشون کمتر میبینن، بنابراین جرأت پیدا میکنن، نترستر هستن توی مواردی که تو ایران پیش میاد براشون. من کارهای شما رو که همیشه دنبال میکنم، خب ما توی فضای مجازی خیلی ساله که هم دیگر رو فکر کنم میشناسیم، از دوره فیسبوک و این چیزا. من همیشه
کارهای شما رو دنبال میکردم و برای من خب همیشه جالب بود که کارهای شما نسبت به کارهای دیگر بچه ها یه تفاوت های عمیقی داشت. یعنی شما کارهایی که انجام میدادی بیشتر کانسپت محور بود، یعنی یه چیزی پشتش همیشه بود، حالا هر موضوعی که انتخاب میکردین، یعنی صرفا فقط یه میکاپ یا یک حرکت زیبایی نبود، یه کانسپتی هم پشتش بود. میخوام ببینم که این ایده ها رو از کجا میگرفتی؟ آیا دقیقا در مورد مثلا مسائل اجتماعی بود یا در مورد مثلا علایق شما بود؟ در مورد چی بود این کانسپت هایی که شما درست میکردین همیشه روی این مدل های زیبا؟ لطف دارین شما، اولا مرسی که دنبال میکنین کار منو. منم همیشه کارتون رو دنبال میکنم و ستودنی کار. من راستیتش تو خانواده بزرگ شدم که حالا خوشبختانه حالا یا هرچی، پدر مادر من از بچگی خیلی سنگین یه سری اطلاعات سنگین رو دوش من گذاشتن. یعنی مثلا به طور مثال اولین تئاتری که من تو زندگیم دیدم دایره گچی قفقازی بود و 4 ساعت پدر من 4 ساعت من رو مجبور کرد که اون تئاتر رو تو سن کودکی ببینم. بنابراین با این کانسپت ها بزرگ شدم، حالا چه اجتماعیه چه تاریخی بوده چه هنری بوده یا هر چیز دیگه. اما اینکه من کی چی رو انتخاب کردم واقعا بسته به حس اون موقع داره. حالا میتونه اجتماعی باشه، من کارایی دارم که در مورد باستانی من کار باستانی دارم، یا مثلا حتی کمپین های این شکلی داشتم، ولی خب من تفاوتی که داشت این بود که از هنری که حالا مثلا نمیگم هنر، حالا از اون وسیله مثلا طراحی لباس یا حالا میکاپ اینها استفاده میکنم برای اینکه توضیح بدم موارد رو، نه به عنوان اینکه حالا مثلا قشنگ باشه. و خب این هزینه زیادی برای من میبره، وقت زیادی، هزینه زیادی، ولی سعی کردم همیشه این قضیه رو نگه دارم. همیشه برام این خیلی مهم بوده که اگر حتی یه دونه کار هم انجام میدم اون موندگار باشه، نه اینکه همینجوری یه کاری کرده باشم و برم و تموم بشه و اینها. میشه لطفا مثلا یک پروژه‌ای که میخواستین انجام بدین یا انجام دادی 0 تا 100ش رو یه توضیح کوچیک بدین که ایده از کجا میاد، بعد اجراش چطوریه، چند نفر دخیلن و اون ریزالت و آخر اون کار اصلی به چه صورت ارائه میشه، توی چه پلتفرمی ارائه میشه، یا اگه برای جایی هست اونجا چطوری این ارتباط برقرار میشه و اون کار انجام میشه؟ اول من از نتورک بگم، وقتی خب من شروع کردم اول به عنوان مدل کار کردم، به این سبب عکاس های زیادی رو میشناختم شروع کردم و یواش یواش این عکاس ها تعدادشون زیادتر شد و شد مدل ها و این یه نتورکینگ یه کانکشنی شد که ایران رو در بر گرفت و بعد شد اینترنشنال و خب پلتفرم‌های دیگه ای اومدن دونه دونه عکاسی و خب اول فری بودن، ما کارامون رو آپلود میکردیم یا اونها تماس میگرفتن که مثلا کارامون رو بخرن یا حالا هر چیزی، که بیشتر موارد این صحبت بین عکاس و ویدیوگرافر پیش میاد تا من، یعنی اونها میرن صحبت میکنن حالا کارشون رو میفروشن و پابلیش میشه و خب اسم من هم کم و بیش میره توش. ولی خب بستگی به پروژه داره. پروژه ها بعضیشون مثلا برای مشتری هستن، گاهن برای عکاس هستش، ولی پروژه هایی که مخصوص خود من هستش به این صورت که من یک موضوعی رو انتخاب میکنم و بر اساس اون میکاپ لباس طراحی میکنم و مو طراحی میکنم، کفش همینطور، حتی جا، همه اینا رو طراحی میکنم، انتخاب میکنم، اگر نیاز داشته باشه که ساخته بشه همه رو میسازم و کم پیش میاد کسی کمکم کنه، معمولا تک نفر این کار رو انجام میدم و در انتها با عکاس مدل رو انتخاب میکنم و عکاس و در انتها با یه تیم این شکل حالا عکاس مدل ویدیوگرافر این عکس یا فیلم گرفته میشه. نمیگم 100% تو این عکس و فیلم ها فقط نظر من هست، خب
عکاس هایی که من انتخاب کردم یا فیلم بردار خودشون آرتیست های خیلی خوبی بودن برای کشور خودمون، چه بسا که بعضیاشون واقعا فوق العاده و تالنت هستن در دنیا. ولی به هر حال یه تعاملی همیشه دوستانه شکل میگیره که یه خروجی بیاد بیرون. خیلی وقتا هم پیش میاد که اونها نظرهای مختلفی دارن و من برای اونها اجرا انجام میدم و در نهایت یه خروجی میاد بیرون. کار آخر من هنوز پخش نشده، این منتشر نشده، با عکاس هلندی هستش که به صورت پرایوت من فقط با دوستانم شیر کردم و این کار فقط یه تست شوت بوده. ما رفتیم و یه سری عکسای تست گرفتیم. خروجی اون کار نزدیک به یک سری کانسپت هایی بود که ما اون کانسپت ها رو انتخاب کردیم. یعنی در واقع ما اول عکس رو گرفتیم و بعد کانسپت انتخاب کردیم. خیلی بازیه، یعنی نمیتونی 100% بگی دقیقا تو چه روندی پیش میره. خیلی متفاوت هر پروژه با پروژه دیگه. یه کمی دوباره برگردم، یه اول اینو میخوام ازتون سوال کنم. شما یه اتفاقی رو یادم با پسر قالیباف یا همچین یک آقازاده داشتین، نمیدونم میخواین در مورد اون صحبت کنین یا نه؟ اگه دوست دارین توضیح آره من بدم. که دوست دارم، نه گفتم این موقع براتون دردسر نشه دوباره یا هر چیزی، اما من دوست دارم که راجبش بدونم، اگه دوست دارین خودتون صحبت کنین. حتما ببینید، من یه مدلی داشتم در سال 2010، ایشونم باهاشون حالا دوست بودن یا هر چیزی، تشریف بردن استودیو ما. و اون زمانم خب من کار مدلینگم پخش بود، یعنی در واقع بهتون بگم من هیچ سعی کردم در حداقل میان دوستان یا حالا کانکشن ها هیچ وقت خودم رو سانسور نکنم، شاید به همین سبب هیچ کس منو از من خوشش نمیاد. به هر حال ایشون تشریف رو بردن و کنار مدل ما بودن و هیچ صحبتی راجع به اینکه عکس ها جایی پخش بشه نشه نبود. ایشون اومدم، عکس ها گرفته شد و خب من اون زمان در ایران بودم، استفاده ای از اون عکس ها قرار نبود بکنم و میدونستم اگر این استفاده رو بکنم خب چیز جالبی در من نخواهد داشت. بنابراین وقتی که من بیرون از ایران بودم و کلا زندگیم جداگانه بود، اومدم در اینجا تقریبا قبل از جنبش بود، ولی خب به دلیل اینکه من فعالیت سیاسی هم میکنم، نمیگم در اون حد سیاست مدار هستم، ولی خب یه فعالیت کوچیکی اگر من رو قابل بدونم، این عکس ها رو نه تنها به عنوان یک فعالیت سیاسی و بلکه یکی از نمونه کارهای خودم منتشر کردم که خب آخر عاقبتش تماسی از طرف خود مدل بود ابتدا و بعد سایبری های مختلف و پیج منو زدن کاملا و بعد از چند ماه چند وقت پیش دیدم که دقیقا همون آیدی رو ساختن از ایران که من نتون، یعنی هک کردم. یه چیز داستان این شکلی دیگه، یعنی دو کلن اسم و رسم و این چیزای آدم میخوام ببرن که مثلا کاری که خودشون کردن و سانسور بکن. این بود کل داستان ها اگر و لازم ایشون باشه. واقعا پسر آقای قالیباف بودن؟ بله بله اوکی. و چه نسبتی داشتن با اون مدل؟ یعنی مثلا دوست بودن با هم؟ چی بودن که دوست. اونجا حضور داشته؟ دوست اون خانم مدل بودن، درسته؟ اوکی. توی این مدتی که ایران بودین این کار رو انجام میدین میدادین، از طرف حالا نمیدونم اداره اماکن یا اطلاعات یا هر چیزی دیگه هم اتفاقی براتون افتاده و غیر از این مورد؟ نه من راستش اصلا زندگی نداشتم که بخوام بگم پابلیک بوده باشه، انقدر زیر زندگی میکردم که نه بر من همچین چیزی پیش نیومده راستش رو بخوای. و خیلی ها راستش رو بخوای بعضی وقت از من میپرسن نکنه تو با اون آقا در تماس، نکنه به اون دلیل، و راستش نه این نیست، چون من خودم از صفر تا صد مخالف همچین دولت، همچین اتفاقا، همچین کارهای زیرپوستی هستم که داره اتفاق میفته. ولی خب حالا به دلیل کاری که میکردم
من آدمای زیادی رو تو ایران ملاقات کردم، نمیگم فقط ایشون، آدمهای زیادی رو تو هر سنفی، حالا چه سیاسی چه ورزش چه هنری، آدمایی رو ملاقات کردم که سطح لولشون حالا یه مقداری با کلیت جامعه فرق داشت. علی جان، ما به عنوان یه کامیونیتی ایرانیان خارج از کشور به نظرت چطوری میتونیم به بچه های ایران کمک کنیم؟ چه کاری به نظرت ما دستمون برمیاد که برای اونا انجام بدیم؟ در رابطه با سوال قبلیت که گفته بودی بهت گیر ندادن، خانوادم رو اذیت کردن، میخوام بدونی که مشکل داشتم خانواده که بخوای بدی. در مورد این سوال اگر من بخوام فکر کنم، ببینیم الان یه انقلابی داره شکل میگیره که افرادی میتونن خیلی تاثیرگذار باشن، خود افرادی هستن که داخل ایران زندگی میکنن. راستیتش مثل اون زمانی که خود من تو ایران بودم، من تو ایران تاثیر خودم رو گذاشتم و بعد اومدم بیرون، حالا به هر چیزی، شاید مثلا یه دونه ظرف جابجا کرده باشم، ولی به هر حال توی داخل خود کشور این کار رو انجام دادم و بعد اومدم بیرون. واقعیتش وقتی من به این فکر میکنم که اوکی، من الان بخوام کسانی رو تشویق به خشونت بکنم یا اینکه بهشون بگم چی کار بکنی چی کار نکنی، خب من الان جام گرمه، سیفه، برای اونا نیست. اونا خودشون، خود ایرانیان میدونن که دقیقا کی میتونن کجا برن و چی کار بکنن. تنها کاری که من به عنوان حالا یک فردی از جامعه میگم، حالا نمیگم دیگه فرد تاثیرگذار، میتونم در حال حاضر انجام بدم، اینه که صدای اونها باشم، صدای افرادی که شنیده نمیشه باشم، گزینشی عمل نکنم، چون در حال حاضر خیلی تعدادهای افرادی صدا دارن که خیلی گزینشی هستن، خیلی از افراد رو میبینی حتی صداشون شنیده نمیشه، و اینکه آزادانه فریاد بزنم چه اتفاقی داره در ایران رخ میده. یعنی با اتفاقی که دیروز افتاد توی سازمان حقوق بشر، سازمان ملل در مورد حقوق بشر، انتخاب آقای بهبهانی یه مسخره بازیه. یعنی شما قشنگ میبینی یعنی چی؟ یعنی تو شما نمیشنوی صدای این همه افراد تو ایران دارن داد میزنن که دیکتاتوری روشون سواره و چطور میتونین هست؟ اینها چیزهایی هستش که من خودم به عنوان یک ایرانی وظیفه خودم میدونم، حالا درست یا غلط، و من سعی دارم تو صفحه‌ای که حالا درست کردم اخبار رو ثبت کنم، درست یا غلط، همین خودش یه آرته، میدونی، اتفاقایی که داره میفته، صحبتهایی که میشه، دعواهایی که میشه، همه اینا خودش یک جریانیه که بودنش، نگاه کردن بهش خیلی جالبه، یعنی بدونی چه اتفاقی داره میفته دقیقا. درست. یه من با یک صحبت های همیشه از بچه های داخل ایران مواجه میشم، حالا به من بیشتر اینو میرسونن که مثلا آمریکا یا دولت آقای بایدن چی فکر میکنه راجع به ایران، میخواد چی کار کنه، یا مسلما از شما هم سوال میکنن که مثلا اتحادیه اروپا پس چی کار میکنه، یا مثلا دولت هلند مثلا صرفا چه کاری انجام میده. من همیشه یه جواب دارم که ببینید بچه ها، اونا اصلا اهمیت نمیدن که شما داری اونجا چی کار میکنی، اونا اولویتشون مردم کشور خودشونه و طبیعی هم هست، و اینی که ما بچه های داخل ایران فکر میکنن که مثلا آقای بایدن یا آقای ایکس یا آقای ایگرگ قرار کاری برای جامعه ایران کنه، این بزرگترین اشتباهه. اونا هیچ وقت اصلا براشون مهم نیست که تو ایران چه اتفاقی میفته. بس برای همین مثلا حالا چیزی که شما گفتین راجع به اون ریاست سازمان ملل که حالی به یک ایرانه، برای من چیز تعجب برانگیزی نبود، برای من خیلی عجیب بود. چون اونا دارن مسیر خودشونو میرن. و اگه حتی اوایل جنبش یک سوالی که اتحادیه اروپا میکرد از این
کلا سیاست ایران این بود که خب اوکی شما یه آلترنتیوی به ما نشون بدین که این دولت جمهوری اسلامی ایران بره، بعد ما بریم با اون مذاکره کنیم. به خاطر چی؟ به خاطر که اونا براشون منافع خودشون مهمه، یعنی دلشون نمیخواد که رابطهشون رو با ایران قطع کنن، چون دارن سود میبرن از این رابطه و حالا کی سر کاره برای اونا الان مهم نیست، که حالا خامنه ای باشه یا مثلا آقای رضا پهلوی باشه یا هر پول کسی دیگه مهم. باشه، اونا منافع خودشون مهمه. اما اونا اولین سوالشون این بود که اوکی حالا فرض کنین که این مثلا حکومت الان ایران بره، آیا شما یه آلترنتیوی دارین که ما بیایم بشینیم باهاش صحبت کنیم و بگیم خب اوکی الان شما مثلا ریاست این مملکت رو دارین، بیاین در مورد گاز، در مورد نفت اینا با هم دیگه صحبت کنید. ما اونو اول باید براشون مشخص کنید، اگه اون نباشه اونا اهمیت نمیدن که حالا ما 80,000 نفر بریم تو برلین جمع بشیم یا 30,000 نفر تو لس آنجلس جمع بشیم یا هر چیز دیگه. آره یه کاوریج خبری میشه، میگن فلان اینا، اما کاری نمیخوان بکنن، بخواد که نمیخوان روابطشون رو با ایران قطع کنن، چون دارن چرا باید سود الان میبرن. چیکار کنه؟ آره این البته نکته که ایه که باید مثلا به نظر من بچه های ایران بهش واقف باشن و اینو بدون. البته یه پروبلمی، یعنی مشکلی که هست اینه که ببینید، خب تو این شرایط تعداد پناهجوهایی که وارد کشورهای دیگه هم میشن مشکل ساز میتونه باشه برای کشورهای اروپایی، حالا حتی کانادا، حالا آمریکا یا هر چیزی، چون نگهداری هر فرد تو هر کشوری، پیدا کردن خونه، حالا همه اینا هزینه بره، این یه مشکلی میتونه باشه. ولی فکر میکنم درآمدی که دارن و پولی که در میارن از ایران انقدر زیاد هست که بگن اوکی این همه پناهنده هم میخوام بیان ولکام، چون با انتخاب دیروز اینو به من نشون دادن. پس پول، قدرت و بمب اتم بوده، هر چیزی میتونه اینقدر راحت ببره و اینقدر سود داشته باشه، و من واقعا متاسفم برای شما و امیدوارم که عوض بشه و یه شوخی باشه. نه اصلا شوخی نیست، خیلی هم جدیه. حالا در مورد پناهجو هم صحبت کردیم، خب ببینیم به خاطر اینی که دو تا مطلب هست، یکی به خاطر رشد جمعیتی اروپا است که رشدش خب منفیه دیگه، به خاطر همین نیروی کار در اروپا خیلی پایینه، مخصوصا مثلا کشورهای مثل هلند، آلمان یا مثلا فرانسه و این کشور. برای همین بعد پناهجو هم وقتی میاد، خب خودتون میدونید دیگه، صرفا کارهای خیلی پیش پا افتاده رو باید انجام بده با حقوق خیلی کم، و این خودش یه سودیه که اون کشور داره میبره از این پناهجو، همین که کارشون را میفته، همین که پول کمتری میدن نسبت به شهروند اون کشور، و برای همین هنوز که هنوزه این سیستم پناهندگی و پناهجو شدن برای اروپا برده، هنوز به باخت نرسیده یا به ضرری هنوز نکرده، هنوز در حالت برده. شما اگه آمار حتی آلمان که صنعتی ترین کشور اروپا است برین نگاه کنید که وحشتناک با نیروی کار مواجه هست، مشکل کار نیروی کار داره. برای همین حالا از خاورمیانه هر کسی مستقیم میاد اونا از خداشونه که بیان و اونجا پرونده بشن و کار کنن روش. توی کار خودت دوست داشتی با چه کسی کار کنی یا دوست داری در آینده مثلا این اتفاق برات بیفته، یا مثلا مدلی بوده، یا آرتیستی بوده، یا هر کسی دیگه، اون یه نفره کی بوده که دوست داشتی باش کار کنی همیشه و هنوز پیش نیومده؟ راستش یه نفر نیست، من دوستم با همه کار کنم. راستش من دوست دارم که نمیتونم بگم اون یه نفر واو اینجوری، دوست دارم واقعا با همه افراد کار کرده باشم اینجوری بر من. یعنی یه سوژه نداری که مثلا بگی من همیشه دوست داشتم با این آدم کار کنم؟ نه، دوست دارم با همه همکاری داشته باشم، این برای من لذت بخش تره، حالا چه پایین چه بالا، همه رو دوست دارم باهاشون همکاری داشته باشم. اوکی من راستش دیگه سوال خاصی ندارم، فقط یه جمله ای به بچه های ایران هرچی که دوست دارین بگید. من کی باشم که جمله بگم؟
ولی میگم که قوی باشین، امید داشته باشین، زندگی بالا پایین داره. نمیتونم بگم که همیشه اینجور نمیمونه. درست میشه. I know you're sorry.